خوش آمدین عزیزان و یک سلام مجدد خدمت شما خوبانه که تازه به برنامه پیوستین و بحث ما با دکتر صاحب عاطفه فریور در رابطه با شکر زمان حاملگی ادامه داره. امید است که شما هم از گپای دکتر صاحب مستفید شوین و همچنان بیننده برنامه باشین. و دکتر صاحب، در مورد رژیم غذایی و روشش میخوایم ازتون پرسان کنیم که آیا کدام روش یا رژیم غذایی مخصوص به خاطر خانم هایی که دچار دیابت زمان حاملگی شدن وجود داره یا خیر؟ بله، زمانی که شکر حاملگی بر نزد خانم ها تثبیت یا تشخیص شد، در این صورت نظر به امی سویه که چقدر مقدار گلوکوز در خون مادر است، رژیم غذایی مناسب برشان توصیه میشه که رژیم غذایشان توسط دکتر تعیین میشه، این مقدار غذایی که اینا میگیرن. و حتی بعضا ضرورت هم میشه که نزد خانم ها که خانم ها از مشوره از دکترای متخصص تغذیه برشان گرفته شود. و گپ مهمی است که اینا امی سه وعده غذایی که برشان تعیین میشه، در بین این یک مقدار کم کم از مقدار که نرمال قبلا میگرفتن کمتر بگیرن غذا، و در دو الی چهار مرتبه یعنی وعده های میان غذایی که به نام سنک یاد میشه، یعنی غیر از سه مرتبه دو الی چهار مرتبه دیگه باید اینا با وقفه غذا بگیرن و مقدار تعیین شده استفاده کنن. از غذاهای متنوع باید اینا استفاده بکنن. تمام مواد غذایی که حبوبات است، سبزیجات، میوه‌جات، گوشت و حبوب و دیگه مواد غذایی دیگه که هستن، تمامشان اینا به کربوهیدرات تبدیل میشن و از این خاطر در مجموع اینا باید که کربوهیدرات مقدار کمتر استفاده بکنن و زیادتر از مواد غذایی که مثل میوه‌جات هستن، میوه‌جات و ترکاری زیادتر استفاده کنن، به خاطر از که اینا فایبر یا بقیه زیادتر دارن و مثل نان سبوسی اینا باید زیادتر استفاده بکنن، به خاطر از اینکه خود فایبر چی رول داره در کم شدن دیابت یا شکر. وقتی که اینا از این مواد غذایی استفاده میکنن، یعنی از مجذب انمی مواد غذایی را کند میسازه، یک اندازه کند میسازه، یعنی زیادتر کلش برای گلوکوز تبدیل نمیکنه و هم قبضیت هم قصب رفع میکنه، چون یک عارضی است که در جریان عمل پیش خانم‌ها پیدا میشه. و از این خاطر اگه اینا از این رژیم غذایی زیادتر استفاده بکنن و میان غذایی هایی که بینا جریان سه وادی اساسی غذا تعیین میشه، مقدار غذایی که تعیین میشه به صورت درست استفاده بکنه، یعنی رژیم است که از طرف دکتر برشان داده میشه. و بر علاوه از این ورزش نیست در کاهش شکر حاملگی رول داره، که ورزش به این معنی نیست که مثلا اینا به خاطر خریدن بعض از سودا بیرون از خانه میرن و یا مثلا کالا میشوین و ظرف میشوین و کارهای خانه، در جمله ورزش نمیه. ورزش در جمله ورزشی که برای خاطر زیاد این میشه مثلا قدم زدن است، دویدن است، یا که آبازی است. بعضن در صورت که امکانات وجود داشته باشه خانم ها و ای که کدام ورزش بکنن یا از طرف دکتر بهشون تعیین میشه و به این قسم به میتونیم تا حدود زیاده از شکر حاملگی جلوگیری کنیم. بله، بسیار خوب است. پس هیچ ورزش فراموش نکنن و همچنان رژیم غذایی مناسب به خود. و اگر شکر در خون پایین بیاید که ما به صورت هایپوگلیسمی میگیم برش، کدام عارضه را میتونه ایجاد کنه و آیا اگر عارضه ایجاد کرد کدام علائم داره یا خیر؟ بله، سوال بسیار خوب را شما مطرح کردین. در صورتی که امی رژیم غذایی که بینا تایید میشه، بعض از خانم ها اینقدر اینا محکم این رژیم تعقیب میکنن و حتی از او زیادتر، مثلا حتی یک وادی غذایی خود نمیخورم قصدن اینا که باشن که ما شکر ما پایان بیاید، یا ای که ورزش بسیار بیش از حد میکنن. یعنی اگر توازن بین ورزش و امی غذا رژیم غذایی موجود نباشه، شکر خون پایان میاد و هم نزد خانم ها عارضه را به وجود میاره که این خانم ها زیادتر احساس گرسنگی، زیاد خستگی بیش از حد، عرق، لرزش و زحفیت میکنن، حتی تشوشات رویت یا دید می داشته باشد، گنگسیت می داشته باشد، که نمی عوارض است که اینا به طرف آیپوگل
هایپوگلیسیمیا یا کم بودن مقدار گلوکوز در خون باید توجه کنند، یعنی بلعکس که اونجا مقدار گلوکوز بلند بود گلوکوز به حد پایان آمده. از این خاطر است که برخی خانم ها توصیه میشه که پیش از اینکه ورزش زیاد بکنند، تا خانم هایی که کاملا برشون تثبیت شده که اینا شکر املگی دارن، اینا توسط یک آله هست که به نام گلوکوز متر یا شکر سنج یاد میشه، یا قبل از اینکه ورزش شروع میکنن یا مقدار شکر خود تعیین بکنن و پیش از او تعیین بکنن که مقدار غذا کم بگیرن، باز بعد از او ورزش بکنن که اینا سوی خون شکر خونشان پایان نبیه. بله چقدر هست و چقدر هست و نظر به او بله باید اینا تعیین بکنن و بعد از او و اینا امی واده های غذایی خود و حتی مسکدن یک میان غذایی که گفتم واده هایی که در بین تعیین میشه این غیر سه وقت سه چهار دفعه دیگه هم باید غذایی حتی باید اینا رو باید مس نکنن. اینا اگر نگیرن یعنی امکان داره که مقدار خود شکر خون از اینا پایان بیار و آرزه ایرک شما علایه که ذکر کردیم در تدویی چون یک امی انسولین که گفتم سبب امی گپ میشه و اگر در صورت که مقدار زیاد از این هم برای خانما داده شوه یا امکان داره که شکر خون از اینا رو پایان بیاره. و آرزات بسیار زیاد کردین و امی آرزه نزد خانم ها بعد از ولادت و در املای بعدی چگونه از چه قسمه باشه، یعنی آرزه ای که شما یاد کردین و این آرزه در خانم ها بعد از ولادت بعد در جریان املای بعدی چه قسم هست؟ خوشبختانه بعد از اینکه خانم ولادت میکنه و مامه جوره یا پلاسنتا هم ولادت میشه می شکر سویش نرمال میشه، ولی بهانم بعد از 6 الی 12 هفته توصیه میشه که باز اینا تکرارن یک می تست تحمل گلوکوز که قبلا گفتیم گلوکوز تولرنس تست باید اجرا شوه که می 75 میلی گرم گلوکوز بهشان داده میشه، دو ساعت بعد اجرا میشه و این مقدار باید دیده شوه. اگر در صورت که نرمال باشه بازم حتی تا 20 سال دیگه امکان داره که 50% اینا مساعد به دیابت از نوع 2 می باشن، یعنی شکر از نوع 2 امکان داره که نزد از اینا بروز بکنه و همه قسم فشار بلند، مشکلات قلبی و ای پیش از اینا ممکن به وجود بیایه، مشکلات میتابولیزم یا این می سوخت و ساز بدن ممکن است که پیش از اینا دائمی باقی بانه و یا اینکه در حمله های بعدی تقریبا 40% امکان داره که دوباره شکر حاملگی به وجود بیایه. و هم قسم در جریان حمله هم قسمی که گفتیم غیر از این که در جریان عمل مادر مروض به خود وقات سزارن سکشن پیش از اینا بلند میره یا ولادت با عملیات پیش از اینا فشار بلند حاملگی نیز امکان داره که موجود باشه و هم قسم پیش طفلا و در صورتی که اینا فشارشان در صورتی که پریکلمسیا یا فشار بلند فشار حاملگی پیش از اینا با وجود میاد با دکتر مجبور میشه که قبل از وقت به هم بزنه خاتمه بده و این طفلا که پیش از وقت هم به دنیا میان یا آرزه دیگر یا به وجود میارن و حتی در حمله های بعدی هم امکان داره که تکرار شده. بله و یک بار که اینا تیر کده باشن شکر را بگیره اتمن بار دیگر بعد از 20 هفته باید قبلا نمرای دکترشون به تماس باشه و تستانشون اجرا شوه، یعنی قبل از اینکه بخواین عمل بگیرن بله. باید تستای خود اجرا قبل از هم و بعد از اینکه عمل میگیرن و اینکه و نگاه کردن وزن ایدئال بسیار مهم است که باید وزن خود قبل از اینکه عمل میگیرن باید کم بسازن که این تا حدود زیادی هست شکر املگی جلوگیری میکنن. بله انشالله که بیننده عزیزم حرفایتان شنیدن و عمل هم میکنن. و آیا خود شکر دیابت زمان حاملگی یا جسنش دیابت کدام تداوی داره؟ اگر داره اهتمامات را که بر تداوی میگیریم چی هست؟ بله در صورتی که شکر املگی تشخیص میشه یعنی خوشبختانه تا حدود زیاد یعنی بر خانم تو فکر نکنن که تمامشون به شکر املگی دوچار میشن به خاطر که تنها از تمام خانم های عمله تنها 5% از اینا شکر عملگی نسشون بروز میکنه که تقریبا بسیاری از اینا اکثریتشان با می رژیم مناسبه که برشون از طرف دکتر دادن میشه و هم ورزشی که برشون گفتن میشه و نگاه کردن وزنی ده حالشون مو اسکجول را که برتون گفتم که چقدر در 3 ماه اول و در 3 ماه دوم سیم باید وزن بگیرن از او اگر زیاد نشه انشالله که یک طفل نرمال به دنیا میرد و هیچ مشکلات را نمی داشته باشن و همه قسم طفلم ارزیابی طفلم طفل که شکر حاملگی داره طفلم همه قسم حالت طفل با گرفته با معاینات تلویزیونی و گراف قلب طفل که گرفته میشه و ارزیابی که از طفل صورت میگیره یعنی منظم
ارزیابی استفلام صورت میگیره و در صورتی که می گپار خانما مراحل کنه اکثریتشان یا ضرورت به دوا نمیداشته شو، ولی با آنم در صورتی که با هی گپا کنترل نشد یک دوایی است به نام انسولین یاد میشه که مقدارش از طرف دکتر تعیین میشه مقدارش و اون منظم به خانما توصیه میشه و تا در جریان دردهای ولادت و ولادت نیست می کسایی که قبلا دوا میگیرن اینا دوا میگیرن و ان شاء الله که یعنی در صورتی که تشخیص شود در صورتی که خانما به وقت و زمان مناسبش بشه دکتر مراجعه بکنن از شکر آمبلگی تداوی میشه و طفلای نرمال و صحتمند به دنیا میره. بله انشالله که فامیلای عزیز و کسایی که به این مرض مبتلا شدن حرفایتان را شنیده باشند و پیش از اینکه مریضیشان پیشرفت کنه به دکتر مراجعه کنند و اهتمامات که شما عرض کردین و دکتر مخصوصشان بگیرند و مطابق از امو عمل کنند و ورزش و رژیم غذایی خودان هیچ وقت فراموش نکنند. انشالله که از این مرض نجات پیدا میکنند. و دکتر صاحب توصیه شما به بیننده های چیز خصوصا به خانمایی که جسمش دیابت دارن یا دیابت زمان حاملگی دارن چی هست؟ کدام نکات باید رعایت کنند؟ کدام نکات باید مراعات نکنه؟ یعنی ای که در روز زندگی روزمره خود طبعا هر کس مصروف کارهای روزمره خود می باشه که آیا کارهای فیزیکی هم تاثیر داره یا خیر خوراکشان همچنان توصیه شما را می خواهیم داشته باشیم در این رابطه؟ بله خانمایی که مصاب شکر آملگی هستن اینا هیچ وقت مایوس نباشن، انشالله که این تداوی داره و می رژیم مناسب خود همیشه در نظر بگیرن و ورزش هایی که برشان توصیه همیشه از طرف دکترشان این مد نظر داشته باشن و حتی اگه دوایی که اینا می گیرن اینا هیچ وقت اینطور متاثر نباشن که مثلا ما انسولین می گیریم یا که ما به شکر دائمی مبتلا خواهد شدیم، یتمی نیست که شون و کسایی که یعنی وزن خود به حالت نرمال نگه میدارن هیچ وقت یا به شکر مبتلا نمیشن هیچ وقت یا مایوس نشن و بازم برشان میگم که تنها 5% از خانم ها به شکر آملگی مصاب میشن، فیصدی بسیار کم است، مگم هیچ وقت ما خدا باید مساعد خانم ها باید خود مساعد به می نسازن بلک. یعنی خانم هایی که در جریان یعنی در زمان هستن که طفل به دنیا میرن یا باید کوشش کنن که وزن خود زیاد نسازن و غذاهایی که گلوکوز یا کاربوهیدرات زیاد تولید میکنن استفاده نکنن انشالله یا کاملا یک طفل سعدمنده با وجود که شکر هم دارن به دنیا میارن و میشه یا کسایی که همی مساعد به میگپا هستن باید پیش دکتر مراجعه بکنن، اطور نگوین که خود درست است که خداوند واضح است که نگاه میکنن میشه منطقه میشه تو نگوین به توکل ما به خدا، باید بشک توکل ما به خدا، ولی بازم اینا چک خدا باید فراموش نکنن و متوجه صحت خود باشن انشالله. تشکر دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردین، دعوت ما رو پذیرفتین و حرفای بسیار خوب را با بیننده عزیز به اشتراک گذاشتین. سلامت باشین. زنده باشین شما. تشکر شما زنده باشین. همچنان بیننده عزیز امید است که بیننده برنامه بوده باشین و از گپای دکتر صاحبای گرامی که موضوعات مختلف به شما ارائه کردن مستفید شده باشین و یک مقدار به آگاهی شما عزیزان ما یک مقدار تانسته باشیم که آگاهی تان بلند برده باشیم نسبت به این موضوعات و امید است که برتان مفید واقع شده باشه. تا جمعه شب آینده و برنامه بعدی زن و سلامتی که با موضوعات مختلف طبی محسبا گویری خدمت تان حاضر میگردم، شما را به الله یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همتان باشه.